سلام عزیزا، خوش آمده به برنامه آشپزی. امروز ما باز هم در خدمت شماستیم مثل همیش و میبینی که چقدر تفت دیک بلند میشه و امروز ما میخواییم اول نام انگلیسی شبرتان میگم ایتالیان بیکت پاستا آماده میسازیم. خب ایتالیانش خواه ایتالیانش هم میشون بیکشم داشی یا سرخ شده یا پخته شده مکرونی است. امروز مکرونی بسیار مزه دار خوب آماده میسازیم که فواید بسیار زیاد داره، طعم خوبی داره. پس میریم مواد لازم میشه میبینیم و برمیگردیم. مکرونی داشی، روغن، مکرونی، چکه، سماراق، سیر، بادنجان رومی، چارمساله، روب، پنیر، گشنیز و نعنا. خب از مواد لازم شیاداش گرفتی و هم بود مواد لازم و پیش از آماده ساختن هر غذا ما اول دستگاه رو میپوشیم و بعدش شروع میکنیم با آماده ساختن همین غذا. بسیار مزه داره که هست و پیش از پیش باید داشم گرم کنیم، داغ کنیم که این غذا رو برای چند دقیقه داخل داش میگذاریم و این هم نمک به خاطر اینکه قسمت داخل مکرونی نمکی باشه. و این هم مکرونی میپنی، مکرونی شوپرکیست، رنگ رنگیست و بگیم پالک، زردک و سادش. اگر همه زیر داخلی دیگه خورد اضافه کنیم همه زیر کلان میشه و خراب میکنه. خدا خب بیجا میگه کمه که دیگه هم اضافه شده اینه خدا دیگه زیر باشه، هم سبز هم سرخ و هم ساده، هم رنگ روغن اضافه میکنیم. خب همین رقم اول روغن سرخ میکنیم و بعدش سمارخ اضافه میکنیم و بعد از این سیر و بادنجان و رومی تا یک لعاب خوب و درست ما بتونیم برای خود آماده بسازیم. یک تختی برش کار داریم، این سمارخ میام روغن باد میکنه، سر پشت زیر میگذارم، حال سر صدا میکنه، هر کاری میکنه دلش. یام سیر سیر هم خوب میده میده میکنیم و میفهمی چیز چکه. مکرونی واقعا مزه‌دار و طعم‌دار است. خب سمارق همی اندازه سرخ میکنیم، از این کار زیادتر نه که باز خشک میشه، فقط من خواستم که یک کمک آماده شد باز گرچه نرم شده است اینا دیگه چرا خب دشمنی داره سمارق کجا باور کن یک تو تیزی باچه کمال قسمت جلده میسوزم. پس باید سرپوش رو بگذاریم. حالا نوبت بادنجان رومی است که ایران میده میکنم و داخلش اضافه میکنیم. بعدش خب این هم شد آماده. بادنجان رومی همراه با سماراق، یکمک چرمسالی زعفرانی و یکمک هم نمک به خاطر آب کردن بادنجان رومی و سیر و این مواد ها که یک لعابه که خوبی داشته باشه. همین رقم مخلوطش میکنیم، کمی رب ضرورت داریم. خب به اندازه رو اضافه میکنم به خاطر از اینکه میخوایم مزی خوبه، ترشک خوبه داشته باشه و خلیص هم باشه و رنگ خیلی سرخ و خوبه برای خود داشته باشه. مرچ سیاه خوشبو کننده هر غذا. خب تا می اندازه دیدی آمادش کردیم، مخلوط شد و ای هم مکرونی که کاملا نرم شده و اضافهش میکنیم اینجا. همین رقم با یک کفگیر چه میکنیم؟
مکرونی ها رو بیرون میکنیم و داخل ای دیگه اضافه میکنیم. این هم مکرونی که آماده ساختیم، هم قرمه هم حلوا و با چهار طرف خود جذب کرد و هم مکرونی که آماده ساختیم. این قیقش زی باشم، من بدون پنیر میخوایم آماده بسازم برای خود. ماست غلیظ و یا چکه، کمی برزی و کمی کم برزیش و این قیقم برای خودم. این هم رازی مخلوط میکنم، من میخوام همونی خم ساده و پیاده باشه، پنیر نداشته باشه، چون از پنیر قدر خوب نیست. خب این شد آماده و یک دانه پنیر موزارلا ضرورت داریم و یک دانه تراشک هم ضرورت داریم، بخاطر از اینکه داشت هم میگه که ما آماده استیم، یعنی خوب گرم شدیم، 200 درجه سانتیگراد گرمش ساختیم و حال زیادتر کوشش میکنیم حرارت از قسمت بالا باشه، فقط امی پنیر برای ما آب بسازه، یک کمی که رنگ سرخ شده برش بده، بس دیگه ما کارش نداریم که زیاد داغ باشه یا سرد. قسمت پایین این غذا اصلا با پخته شدن ضرورت نداره، همه موادش آماده است، فقط پنیر که اضافه میکنیم میخواییم یک کمک سرخشه و رنگ خوبی را برای خود بگیره. حالا نوبت داش میگذاریمش داخل داش تا پخته شود. حالا چی میکنیم؟ حرارت از قسمت پایین و بالا همین جور میکنیم که مکمل حرارت از بالا باشه، تربو هم روشن است. حالا چی میشه؟ حرارت به این شکل دور خورده و ای گوشت البته ای پنیر آب میسازه و رنگش به زودترین وقت برای ما سرخ و پر رنگ و همونطور مزه دار آمدش میکنه. هیچ مهم نیست، ما فقط به خاطر تزیین و خوب نشان دادن و خوب مقبول معلوم شدنش این رقم آماده ساختیم، گرچه در ریسیپی هست، یعنی در طرز آماده ساختنش هست و باید داشته باشه، ولی بعضی وقتا هیچ پشتیم پنیرش نگردی، هیچ چیز اضافهش نکنی، یا گشنیز یا نعنا هر کدامش که تیار داشتیم اضافه میکنیم تا یک رنگ و طعم خوبی رو برای خود داشته باشه. خب دیسکش رو دور کنیم، پس دوباره بپوشیم، بخاطر سرم دیسکش رو یک کمی گپ هست، باید که همیش تبدیلش کنیم یا هم شد کمک نعنایی که داشتیم خشکشان باشه میشم. فقط همین قسمت هایی که سفید است هیچ رنگ خوب برجستی می داشته باشه اینجا اضافه میکنیم و بس. و اگر ما برای خود همین رقم غذا آماده ساختم پیش از اینکه نشون کنیم، فقط یک کمک سویا ساس هم همین رقم بالاش پاش میدیم، کمک هات ساس هم بالاش پاش میدیم و از دیگه نوبت عزیز قشقه برداشته و نوشیدن میکنیم. و این را یک چیز دیگه هم برتون میگم که میبینید که این قسمت از این قسمت چکی که از قسمت روش مکمل بسته کرده خوده، قسمت پایینش هم خوب آمده شده و این رقم پنیر هم داره، همه مواد رو برای خود داره. خوزن چکه همراه با این مواد خیلی مزه دار میشه. یک نان شب خوب و یک چاشت خوب برای خود آماده ساختیم، شما هم آماده بسازیم و این هم بود برنامه امروز مزا. خدا کنه خوشتون آمده باشه، شما هم میتونه که برنامه بگذاری و غذای مورد علاقه تان برتان آمده بسازم. تا برنامه بعدی شما رو به خدا انت پاک بینست برم، شاد مفق خوش خوشحال بشی، خدا حافظ.